این گفتگوها دیدار احوال پرسی نیست، بلکه جلسه هماهنگی برای سرقت از یک ملت است. سرقت نفت یمن. پیش از آغاز تجاوز عربستان به یمن، روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت از میدانهای نفتی این کشور تولید و درآمد آن به خزانه دولت واریز میشد. با شروع تجاوز، این تولید متوقف و داستان دیگری آغاز شد. غارت و قاچاق نفت از طریق گروه‌های سازمان یافته. بر اساس اطلاعات شرکت نفت، یکی از بخش‌های تولیدی روزانه 14484 بشکه نفت تولید می‌کند که نیمی از آن غارت می شود، یعنی برابر با 8,700,000 دلار در ماه. غارت نفت در مناطق صافر در معرب که تحت نفوذ تیپ‌های نظامی مزدورانه است صورت می گیرد. مقادیر به سرقت رفته از تولیدات نفت خام در سال 2018 18,080,000 بشکه به ارزش 1,200,000,000 دلار است. در سال 2019 تولید نفت و نفت های به سرقت رفته معادل 29,600,000 بشکه بوده است که با کمترین قیمت نفت به بیش از 2,000,000,000 دلار فروخته شد. غارت نفت خام به صورت هفتگی ادامه دارد، زیرا تقریبا 1,000,000 بشکه از بنادر جمهوری یمن غارت می شود. نفت خام 85% بودجه عمومی دولت را پوشش می‌دهد. 80% کارمندان بخش دولتی در مناطق آزاد زیر نظر شورای سیاسی قرار دارند، اما حقوق آنها پرداخت نمی‌شود، زیرا درآمد نفت خام و گاز به بانک مرکزی واریز نمی‌شود. درآمد نفتی که در حال حاضر صادر می‌شود 165 میلیون دلار است و این مبالغ به حساب ویژه‌ای در بانک خصوصی عربستان سعودی واریز می شود. این موضوع سازماندهی عملیات قاچاق را تایید می کند. زینفان زیادی در این غارت ها نقش دارند، از جمله سفیر عربستان در یمن. از سوی دیگر در نزدیکی میدانهای نفتی در معرب، امارات برای تسلط بر گاز منطقه در سال 2017 یک پایگاه نظامی در شرق استان شوه ایجاد کرد. امارات تشکیلات نظامی متشکل از 7000 قبیله را با هدف تأمین پایگاه نظامی ایجاد و سیاست استعمار انگلیس را در حمایت از رهبران قبایل و به حاشیه راندن ساختارهای سیاسی اتخاذ کرد. به گفته یک مقام در دولت عبدالرب منصور هادی، پایگاه امارات در یمن قصد دارد از صادرات مجدد گاز جلوگیری کنند. این در حالی است که صادرات گاز 45% درآمد مالیاتی یمن را قبل از جنگ تشکیل می‌داد. در طول یک سال گذشته و در چهارچوب درگیری‌های قطر و امارات، ابوظبی در صدد جبران واردات گاز مایع خود بود و آن را با گاز موجود در استان شبوه جبران می‌کرد. اما در واقع این امر با منافع حزب الاصلاح در این استان در تعارض بود و این باعث شد تا بندر گاز بلحاف را اشغال کند و چندین بار از طریق شبه نظامیان برای کنترل خطوط لوله نفت و گاز تلاش کرد، اما شکست خورد. در این موضوع منافع امارات و عربستان سعودی در تعارض قرار می گیرد و شاید بحران موجود بین دو کشور بخشی از این تعارض باشد. ما جرفی شبوه مؤخرا هو کان تحت غطاء بریتانی. آنچه به تازگی در شبوه اتفاق افتاد در پی تحرکات انگلیس بود که با هدف اشغال و چپاول ثروت‌ها و امکانات یمن صورت گرفت. در مناطق وجود این منابع و ثروت‌ها، چه در شبوه، مناطق آزاد در عدن یا جزایر سقطرا و میون متمرکز شد. بنابراین تمرکز امارات در این مناطق و مراکز حقیقت برنامه‌ها و دستور کار کشورهای ائتلاف متجاوز در یمن را نشان می‌دهد. العبث الذي يتم بثروة اليمن النفطية والغازية تمارسه غارت ثروت نفت و گاز یمن را مافیا و باندهای محلی بر عهده دارند که دستورالعمل‌های خود را از عربستان سعودی و امارات دریافت می‌کنند. این موضوع دیگر مسئله مخفی نیست. بنابراین هدف از مداخله نظامی در یمن کنترل ثروت و اطمینان از این مطلب است که یمنی‌ها از آن بهره‌ای نبرند. اليمنيين منها عبد الله اليوسفي خبر جزائر سيدة وسيمة صنعاء.